پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و همچنان در سرحدات با ایران همواره وجود داشته است. به همین سلسله در تازه‌ترین مورد درگیری بر سر ایجاد پستی امنیتی در ساحه مرزی زازه میدان وردک ولایت خوست رخ داده است که تلفاتی نیز در پی داشته است. تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند این درگیری‌ها در 3 سال گذشته به صورت منظم رخ داده است که به گفته آنان منشأ سیاسی دارد. در ارتباط به سرحدات زمینی طالبان تا حدود برخورد جدی دارند که ای هم ناشی از این است که افراد در این ساحه جای با جای میشن که اونها آگاهی کامل از مسائل سیاسی یا روابط تنگاتنگی که بین حکومت طالبان و جانب دولت پاکستان وجود داره اینا آگاهی ندارن، صرفا مسئله وطن پرستی را زیادتر مد نظر میگیرن. در این حال آقای عدل میگوید در کنار درگیری های زمینی مناطق مرزی افغانستان از سوی پاکستان از فضا هم طی 3 سال گذشته و حتی قبل از آن هدف قرار گرفته است. ما دیدیم که در طول این 3 سال دولت پاکستان از طریق خاک خودشان یا هوایی از طریق طیارات آمدن و مناطق سرحدی افغانستان بمباردمان کردن و دوباره پس رفتن و دلیل همی گفتن که گویا تی تی پی رهبرانشان یا کماندانای از اینا یا گروه های از اینا که مستقر در سرحدات هستن اینا را ما هدف قرار دادیم و از بین بردیم. به همین گونه جانب ایران هم ادعاهای مشابه داشته که گویا ما در از بین بردن بعضی گروه های تروریستی اقدامات از طریق سرحدات کردیم. آقای عدل گفت این درگیری ها مقطعی بوده و اما به صورت دوامدار رخ می دهد که نیاز به یک راه حل اساسی سیاسی و حقوقی دارد. از سوی دیگر وزارت سرحدات و قبایل تحت کنترل طالبان گفته است کار روی احیا و مرزبندی در سرحد میان افغانستان و ایران جریان دارد. مقامات این وزارت گفتند حفاظت از مرزهای ملی از اولویت‌های این وزارت است و در 1 سال گذشته تلاش‌های جدی و پایدار در این زمینه صورت گرفته است. یک رسانه تحت کنترل طالبان در ولایت خوست روز یکشنبه گزارش داده است که محبوب شاه قانت معاون والی این ولایت از ساحه مرزی خوست که درگیری‌ها در آن رخ داده دیدار کرده و به افراد این گروه و باشندگان محل توصیه کرده که متجاوزین به گفته او را در خاک افغانستان سرکوب کنند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.